شنونده های عزیز، امیدوارم که خوب باشید. آنیتا رو میشنوید از آیین آینه. موضوع قسمت 34 آیین آینه ازدواجه. البته راجع به این موضوع قراره یک کتاب معرفی بکنم که الزاماً فقط برای کسانی که ازدواج کردند یا میخوان ازدواج بکنن نیست، بلکه فکر میکنم عموماً به درد هر انسانی میخوره که میخواد در روابط دو طرفه از سطح انگشت اتهام گرفتن به سمت دیگری و یا مورد اتهام قرار گرفتن فراتر بره، و یا کسانی که میخوان حتی خیلی پیشتر از این که ارتباط و دوستی ها رو عمق ببخشند به کلیات شناخت فرد توجه کنند. ازدواج یا داشتن یک شریک عاطفی و روحی از مهمترین تصمیم هاییه که هر انسانی در زندگی بهش فکر میکنه و حتی ممکنه تمام برنامه زندگیش رو بر اساس اون تنظیم بکنه. کار و درآمدش رو، محل زندگیش رو، فعالیت‌ها و حتی شکل ظاهریش رو. این موضوع یکی از پرچالش‌ترین موضوعات حیات بشره. چرا اینقدر قضیه رو بزرگ می‌کنم؟ خب، چون که فقط ابعاد شخصی نداره، بلکه جنبه‌های جدایی ناپذیر اجتماعی هم داره. بنابراین برای انتخاب فرد مورد نظری که قرار هست همسر و هم نفس ما باشه، باید ما در سطحی از خودشناسی باشیم که بتونیم معیارهای خودمون رو برای انتخاب بشناسیم و توقعاتی که از خودمون و فرد دیگه داریم رو هم بشناسیم و بیان کنیم و البته معیارهامون رو بسنجیم، سری بهشون بزنیم و بپرسیم چرا این آدم رو انتخاب کردم؟ یا اصلاً چرا این معیار رو دارم؟ این انتخاب آیا از خلأی درون من سر برآورده یا نه؟ آیا از کدوم خلأ به سمت این انتخاب کشیده شدم؟ یا اگر رابطه یا روابط ما در گذشته به یک تار مو وصل بوده و یا پاره شده و به پایان رسیده، ببینیم آیا در اتمام این رابطه الگوی مشخص تکرار شونده‌ای وجود داره یا نه؟ کتابی که فکر کردم در این زمینه میتونه آگاهی بخش باشه اسمش هست شناخت اختلالات شخصیت قبل و بعد از ازدواج، نوشته براد جانسون و کلی موری. این کتاب کمک میکنه تا ما این بازنگری به معیارها رو انجام بدیم و بر قوه تشخیص برخی از اختلالات کار میکنه و با مثالهایی نشون میده زندگی کردن با یک فردی که دچار اختلال شخصیتی و هویتی هست چه شکلیه. گاهی اوقات به خاطر علاقه، وابستگی یا نیازی که به فرد مقابل داریم، ممکنه خودمون رو گول بزنیم و وجود بعضی واقعیت‌های موجود در فرد رو کاملا نادیده بگیریم و یا به هیچ بگیریم. اما گاهی اوقات ممکنه فکر کنیم که باید حتما علائم کلیشه‌ای خیلی آشکاری ببینیم، مطابق چیزهایی که قبلا توی فیلم‌ها دیدیم یا شنیدیم. مثلا ما لیلی و مجنون و رومئو و جولیت رو شنیدیم. اینجا فقط قصد دارم به کمک کتاب از یک زاویه دیگه‌ای به این داستان‌ها نگاه بکنم. افرادی که دارای شخصیت مرزی یا شخصیت نمایشی هستند یا شخصیت خودشیفته که تحت عنوان نارسیسیست ممکنه به گوشمون خورده باشه، در شروع رابطه احساس جولیت بودن رو میدن. رومئوی جذابی که معشوق رو از فرش به عرش میبره و نقطه مرکزی زندگیش قرار میده. که در پرانتز باید تأکید کنم که این اختلالات مربوط به جنس خاصی نیست و استفاده از این اسامی برای کمک گرفتن از کلیشه هایی در مورد عشق و عاشقی بود. حالا که مفصل راجع به کتاب توضیح دادم، یک قسمتی از اون رو میخوام براتون بخونم. داستان کاملا آشنا و رایج است. دختر پسر مورد علاقه‌اش را می‌بیند و یا برعکس پسر با دختری رابطه برقرار می‌کند. شخص مورد نظر باهوش و زیباست و دختر یا پسر را کاملا مجذوب و شیفته خود می‌کند. با ادامه رابطه آنها مشکلات رفتاری او که بسیار جدی هستند رفته رفته آشکار می‌شود.
دختر دقت بیشتری به خرج می دهد و عادتها و تمایلات بسیار غیر عادی او را که در ابتدا اصلا متوجه آنها نشده است را روشنتر از قبل می بیند. پسر همیشه محتاج توجه دختر است، به شکلی که دختر خود را در تنگنا و فضایی بسته احساس می کند. بر شدت سوء زن و بددلی پسر افسوده می شود، گویی مالک دختر است. نسبت به همه چیز سرد و بی احساس است و تمایلی برای برقراری روابط اجتماعی ندارد. از دختر سوء استفاده می کند و به راحتی او را فریب می دهد. در استراب تنهایی و طرد شدن به سر می برد. بسیار خشک و مقرراتی است و میانه خوبی با خنده و شوخی ندارد. اگر این داستان به نظر شما آشناست، اگر خود را درگیر چنین رابطه‌ای می‌بینید، یعنی رفتارهای هر روزه محبوب شما که خود او فکر می‌کند کاملا عادی هستند، اکثر مواقع باعث ناراحتی شما می‌شود، در نتیجه ممکن است خود را گرفتار رابطه با فردی کرده باشید که اختلال شخصیتی دارد. حیرت می‌کنید از اینکه چه چیزی در شما یا چنین اشخاصی باعث شده رابطه با آنها باز هم در زندگی شما ادامه پیدا کند و یا حتی بیشتر شود. ویژگی‌های رفتاری آنها تقریباً در همه مواقع عجیب و غیرعادی است. نیاز بسیار زیادی به توجه دیگران دارند. اگر عشقی حقیقی و پایدار در میان باشد، در نشان دادن آن سرسخت و گزنده رفتار می‌کند. همیشه پیشنهاد ما به شما این خواهد بود که افراد با اختلالات شخصیتی را سریعاً شناسایی کرده و هرگز آنهایی که مستعد این رفتارهای غیرعادی هستند به عنوان همسر خود انتخاب نکنید. به امید اینکه دوباره با شما باشیم. خدا نگهدار.